فوتبال خدا ببرد ناصرخان، شما تو تمام فیلماش رو نگاه کنید نمیبینید ناصرخان شیجه میزنه. ناصرخان با خطا کار میکرد. هیچ دروازه‌بانی در خارج موفق نبود. با آقای بیراوندم گفتم، داشتم میرفتم گفتم آقا نرو. کمترین گلی که در تیم ملی خورده بنده خوردم، کمترین گلی که در پرسپولیس خورده من خوردم. آقای دهداری میگفت من این چای رو میخورم بعد همه تون بخورید. میشد مربی بپرسید 14 نفر ازش استفاده دادن. ولی من نمیدونم این میز چی کار میکنه انسانها رو. اولین چیزی که از ناصرخان خدا بیمارد یاد گرفتم اخلاق بود، ادب بود و منش بود. اون صبر و حوصله و داشت. و الان متاسفانه در بازار مانوی من، من شاگردم دارم، کلاسم دارم، میبینم اصلا خط رو نمیدونه چیه، نمیدونه چیه. سبایی منچستر رفت، به هر صورت اومدش یه چیزایی به من یاد داد که همیشه الگوی من بود. اصلا فوتبال الان رو خط یه سیستمه. اگه یه شما تخته داشته باشیم برم رو تخته میره آ ب ب آ س دی دی آ، یعنی یک فرمول خاص خودشو داره فوتبال دروازه‌بان در حال. ولی ببین به هر صورت اولین چیزی که ازش یاد گرفتم همین گفتم اخلاق و منش و ادب و این سر لوح ناصرخان بود. دوم همین مسئله دروازه‌بانی بود که باش بودم. الان هم برم میشتم خیلی با هر کی مصاحبه میکنه میگه من شاگرد ناصرخان بودم. من شاگرد اصلا سنش نمیخوره به ناصرخان. من نمیدونم این چیزه. حالا به هر حال ناصرخان یه اسطوره فوتبال ما بود، این دیگه دلیل نمیشه که مثلا همه بگه من شاگرد اون هستم. ولی به هر صورت یک فوت فنایی یاد داد. ببینید آشپزی برای خودش یه فوت فنایی داره، یک چیزایی داره که حالا منم میتونم یه غذا درست کنم، ولی به هر صورت اون غذایی که درست میکنم اون فوت آخرشه. اون فوت ها رو به من یاد میداد، با من صحبت میکرد. عاشق زن بچهش بود، دوست داشت زندگیشو. و این خیلی زشت بود که من بخواهم برم استقلال، برم بشنم بغل ناصرخان با شاگرد داد. خدمت اون عرض کردم. خب علی پروینم اون زمانم استقلال پرسپولیس سکوی تیم ملی بود، پرتاب سکوی تیم ملی بود. علی پروینم که استاد ما بود، به ما خیلی محبت کرد و با ما، یعنی اون کاری که مدیریت، علی پروین مدیره. شما همیشه تا من مصاحبهام گفتم آقای پروین شما بذارین یک دونه، ببخشین یه مثال خوب بیان میز، یه کارگر ساده ساختمان بذارین 6 ماه دیگه میشه سرکارگر، 2 سال دیگه میشه همه کار اون ساختمان میشه. چرا؟ علی آقای مدیر بزرگی بود. یعنی اون مدیریتشو همین الانم در حال حاضرم تو 3 شما با هم تمرین میکنیم، ما درسای ازش میگیریم که برای ما الان جای یک برادر بزرگیه و ما برای خود مرگو قرار بیم. ببینیم توی مقوله هیچ دروازه‌بانی در خارج موفق نبوده. نه من اگر ویلفردم بازی کردم رزرو بودم. فقط یه بازی من رسید. یه بازی داشتن اونم توی سارایو بودش، برای بازی دوستانه بودش، رفتم اونجا. دروازه‌بان ما هیچ کدوم موفق نمیشن. من با دلیلش خدمت با آقای بیراوندم گفتم، داشتم میرفتم گفتم آقا نرو. چرا؟ ببینید ما الان آفتاب رو داریم، هوای خوبی داریم، زمینی داریم، تمرین هست، عادت کردیم به آفتاب و بارندگی که میشه 10 روز 7 روز. یعنی هممون، یعنی فکر میکنیم اسم گمه. یعنی اصلا شما تو رش ما که ما ترانسی نمیتونیم زندگی کنیم، اکثرا بارندگی مخصوصا زمستون. ببین هوای سرد، شودای سنگین، توپایی که کنار میرسن بسیار کارتدار، بازیکنهای قوی. وقتی شما میخوای بلند شی حتی مش کنی یه ببینید سر تا بالا سر شما وایساده، یعنی اجازه نمیده شما دروازه بیایید بیرون. و تمرینهای بسیار فشرده، تمرینهای صبح بعض و حالا به یه روز اصلا بله ما تمرینمون اکثرا اینجوری نیست، تمرینمون بعد از ظهره. شما یه نفر نشون میده که دروازه که بره موفق بشه اونجا، هر کی رفته موفق نشده. یه خودم مثال میزنم که اونجا بودم تمرین رو میرفتم ولی واقعا خسته کننده بود. یا بیام بلم به شما دروغ بگم آقا بله من بیلیپل بودم، همش فیکس بودم، اینجوری بودم، بازی میکردم. به هر صورت دروازه‌بان تیم ملی لهستان بود، اسمش فراموش کردم، یه اسم خیلی عجیب غریب داره، دروازه‌بان فیکسش بود. به قدر خوب بود که این
من خودم که من تمرین میکردم کم میوردم چین تمرین کم کردم. یعنی زندگیشون و کارشون تمام روی اون فوتبال و حرفه‌ای واقعی، نه حرفه‌ای مثل ما. الان من باشگاه رو میام تمرین میکنم، حسن نیومده، نه مجید نیومده، اصغر نیومده، آقا نه، همه این با هم کلک هایی که ما میزدیم اونا هم دارن میزنن. اون مربی که باشه، شیشتون باشه، تمرینش صبح باشه، بعد باشه، سیستما باشه، سیستمای خیلی به روز باشه، به روز بود، مربی میمد کمک، مربی میمد برنامه، یک ماه ما رو همون روز سر ماه که میشد به ما میدادن. کل خیلی کم بازی کردم، با شوماخر بودم تو کل، زمان محدودیت بازی کردم و اونجا با شوماخر بازی کردم، اونجا شوماخر دیدم. یعنی گل زدم به شوماخر، یعنی میخوام اگه میمد دروازه‌دار یا پرسپولیس استقلال میشد، من فکر کنم توی فصل گل نمیخورد. من چند تا موضوع هم یادم رفت. کمترین گلی که در تیم ملی خورده بنده خوردم، کمترین گلی که در پرسپولیس خورده من خوردم، درصد گلایی که من خوردم کمترین بوده و هیچ وقتم به غیر از 5 دقیقه، به 5 دقیقه که پنالتی آقای ابراهیم منو با حافظستانی با عربستان عوض کرد که این هفته هم پشیمون شده، به همیشه پشیمون شده، چه کار اشتباهی کردم، عوض کرد. هیچ وقتم در تیم ملی رزرو نشستم. روز آخرم که سال دوستی بود رفتم برای درس و رفتم برای آلمان طرف. میاییم میگیم استاد دهداری. برادر من چه استاد دهداری؟ بذار راحتت بده. استاد یعنی منش، استاد یعنی اخلاق، اخلاقو داشت، ولی دیکتاتور یعنی عمل کرده آقای دهداری. من هیچ چیزی نگفتم، اولین بار میگم برای شما که مجبورم کردید بگید. آقای دهداری میگفت من این چای رو میخورم بعد همه تون بخورید. میشد مربی بپرسید 14 نفر ازش استفاده ده. اول به جان دو تا بچه هم اولین بار دارم میگم. یعنی وقتی با آقای دهتاری صحبت میکردی یه شمشیر فرد دستش نبود، میخواست سر هم الان تو روزا آقا استاد بزرگ آقا دهتاری. آقا استاد یعنی علی پردین. استاد اینه که وقتی باش میشینی باش شوخی کنی، بگی، بخندی، بخوری. استاد یعنی آقای اصغر شرفی. استاد یعنی اکبر خوشباری. استاد ابراهیمی. استاد یاوری. میخوای تا شب بتون نام ببرم؟ ما با اینا لذت میبردیم، با این مربی منو بیزار کرد از فوتبال. اگر میشه الان روزا میخورم آقا استاد دهتاری، آقا استاد مربی خوب، همه چی، ولی من زندان نیومدم که. در تیم ملی گفتم جان بچه هم قسم خوردم، برای اولین بار دارم میگم، میرم اردو تیم ملی، آقای دهتاری انگار ما همه اسپارتاکوسه، ما هم از روم گرفتن ما رو اردن اونجا. ما این نشد فوتبال، فوت مربی یک دید خوبی داره، مربی باید ببین. من خودم شاگرد دارم، مربی شاگرد وقتی وارد تمرینش که میشه باید از قیافش، از حرف زدنش، از سلام کردنش باید متوجه بشین در چه حاله، در چه شرایطیه، همه رو باید بدونه، باید از لحاظ روانی، روانشناسی بدونه. یعنی فوتبال منو، یعنی من از فوتبال فرار کردم، در خدا بیامرزه خدا، چون خودش الان نیست، نمیتونه جوابگو باشه، نمیتونم خیلی مسئله رو عنوان کنم. خیلی دوست داشتم که زنده بود، میتونستم اینجا بشینم باش بحث کنم، چند ساعت باش بحث کنم که چرا من از فوتبال رفتم بیرون. اذیت هم کرد، یعنی نه منو، خیلی از که فوتبالیستا رو که من دارم میبینمشون اذیت کرد. ولی الان روزا میخونم این آقا استاد، آقای دهتاری، آقا استاد خوبه، ولی از لحاظ روانشناسی اینا زیر صفر بود. ایشون فقط تمرین میداد و کمکاشم آقای وطنخواه بود و میخواد باز کنم آقای وطنخواه، باز کنم، به خدا شما نمینویسی، باز نمیکنم برات، اگه باز کنم نمیتونی بنویسی. متوجه شدی؟ حقیقتو بهتون میگم، این چه استادیه؟ استادی که نمیدونیم ورزشکارش داره میاد تو یا داره درس میخوره یه مشکلات داره برای خودش، باید از جنبه روانی به اون برسه، نه مادی ها، علاوه معنوی. دو دقیقه بره تو اتاق بشینه با این صحبت کنه، ببینیم دردت چیه، مشکلت چیه، غمت چیه. نه، فقط اسمشو گذاشتیم استاد. بازم تکرار میکنم چون خودش نیست، نمیتونم خیلی سر باز کنم. یکی از دلایل فوتبال من که از فوتبال رفتم چون آقای دهتاری بود، چون یعنی از فوتبال بیزار شدم، یعنی دیدم این فوتبال ماست، اینم استاد ماست. خداحافظ شما. متاسفانه تمام پایه از تیم سایپا اومده. آقای خلیلی نمیدونم چه دوست دارم از تیم سایپا بیرم. چرا؟ آقای خلیلی نمیتونه ببینه بروز رهبری فر بیاد اونجا تمرین بده، نمیتونه ببینه بروز سلطانی. بابا شما بروز سلطانی باید استفاده کنی،
نه برای ما، من مجانی حاضرم کار کنم به خدا. من باید اون تجربه خودم رو بیارم بذارم در اختیار اون بچه دروازه‌بانی. دروازه‌بان یه دنیای دیگه است، یا آقای فنوزاده، یا آقای مثل مشتاق شیری، یا خیلی دیگه مثل رهبر روز رهبری پرینا. اینو با تجربه شروع بیارم بذارم بذارم. ولی شما میره پایارا رو نگاه میکنین، یارو رو از کجا آوردن؟ یه جاهایی آوردن که اصلا مال پرسپولیس نیستش. رفتیم پیش آقای سی صحبت کردیم، آقای درویش قرار شد که این برنامه رو ما بده. آقای درویش الان درست 7 ماه داره با ما بازی میکنه. بیا آسانسور منو، من ازتون خواهش میکنم اینو بنویسید. ننویسین ازتون شکایت میکنم، به خدا جدی دارم بهت میگم. من آقای مرتضی فونزه با آقای درویش تو آسانسور نشسته، گفت به جون بچه‌م هفته دیگه انجام میدم. آقای درویش تو بچه‌ت بگی سر راه بودی به جون بچه‌ت قسم. گفت آقا نمیکنم. ببین نه گذاش ما بریم با تیمای دیگه قرارداد بندیم، نه گذاش خیلی با بچه‌ها مندم میرم تیمای دیگه برم. گفتم آقا زشته، اصلا در کلاس شما نیست، ببین شما پرسپولیسی هستید. الان جالبه تمام آکادمی پرسپولیس دست بچهای سایپاس به قرار 2 نفر، بقیه بیرون. آقای رهبری فرد داره خیابونا رو متر میکنه، مرتضی فونزه داره متر میکنه، آقای زیارفشه داره متر میکنه. هیچ، همه بازیکنایی که اسطورهای فوتبالی مملکت بودن الان میتونن ازشون استفاده کنن بیرونن. ولی نگاه میکنیم همه یه باندی اومدن در آکادمی پرسپولیس. آقای درویش، آقای درویش یه ما 2 ما 3 ما 5 ما دیگه میری خدافظ. ولی آقای درویش در سال 60 میمد دم رختکن ما، دم در وای میساد. آقای علی پروین اجازه میمد ما تو رختکن ما. همین آقای درویش شما میبینید از 60 تا 65 آقای درویش میمد تو رختکن ما میشست، رفیقمون بود. ولی من نمیدونم این میز چیکار میکنه انسان ها رو. از دوستای خوب ما هم هست، هر وقت هم زنگ زدیم قول داده، چون مسئولش من هستم دارم اینو عنوان میکنم، چون نماینده مجلس منم آقای پنجلی بود. من پنجلی مسئول بچهای ما بود، بزرگ ما. پنجلی از من خواهش کرد که این مسئله رو من ادامه بدم. یه مسئله براش پیش اومد که نتونست بیاد. بعد به هر صورت این شد که من هر روز باشگاه بودم. آخر یه طور شد که دیدن که من یه کادر باشگاه هم، یه ولش کردم. الان هم بازم پیغام میفرسته پس خواهم. آقا من فکر میکنم آقای درویش 4 ماه دیگه خداحافظی میکنی، یه روز به پست باشگاه میخوره. اون موقع اون بچه ها نه توهین میکنن خدای نکره، ولی همون که پشت رو به توکان جا و سرتون به تو ندن، برای همه چیز بسطه برد. این که با همه این زحمت ها و درد سرها و اون چیزی که از درد شونه و اینا صحبت کردید، اگر الان برگردید به سال به 15 سالگیتون، به 20 سالگیتون، و بدونید که این مسیر رو دوباره برید، دوباره حاضر دروازه‌بان بشید؟ میرفتم خیابون ری یا شابلزیم یا تو آخر کمال‌آباد کرج، جاهای رسپونا بر نخوره آشدم، یه جای یه دکه میزدم آدانس و سیگار و نم پستو چیزا هستم بسته‌بندی از اینا میفروختم. چرا؟ چون به قدری ناحقی ها دیدم و الانم به قدری ناحقی ها دارم میبینم. متاسفانه کشور ما بحرین یه استان ما نمیشه، امارات یه استان، کویت و امارات و بحرین همه رو عمان رو جمع کنی به استان ما نمیرسه. ولی متاسفانه من موندم چرا دولت نمیرد این دلالا رو بگیره. نه من نمیکردم، فوتبال بازی نمیکردم. خیلی موقع یا درسم هم میخوندم، بیرون الان من درسم که خوندم تن رشته که اصلا الان من کارهای شخصی مدرم انجام میدم، شما یه کاری دارم من براتون انجام میدم، اونم الان کار ما خوابیده متاسفانه. ولی به هر صورت نه فوتبال بازی نمیکردم، میرفتم یه دکه از شهرداری میگرفتم یه آدانس بود.